آیا واقعا ما باید کارمند خوبی باشیم؟ آیا شرکت ها نمیان ما را اخراج کنن؟ آیا حق ما را نمیخورن؟ خب چرا پس ما باید کارمند خوبی باشیم؟ اگه دوست دارید جواب این سوالا رو بدونید با من همراه باشید. اول یکم در مورد کانال بهتون بگم. کانال ما احتمالاً یک کمی باز تجربه میکنیم. من دارم هی چیزای مختلف رو آزمایش میکنم. تجربه میکنیم، میریم یک کار عملی رو که احتمالاً هم برای من جذابیت داشته باشه، هم برای شما جذابیت داشته باشه، به صورت عملی انجام میدیم و چند تا لایو ازش میریم. حالا اینکه اون چیه هنوز دقیقا مطمئن نیستم، ولی امیدوارم که یه موضوع خوب پیدا کنم و احتمالاً هم یه کمی در مورد شبکه و اوپن دبلیو آر تی و اینا که امروز این روزا من خودم خیلی درگیرشم و علاقه دارم در موردش حرف میزنیم، چون این شبکه و اینا هم برای ماها به عنوان مهندسای کامپیوتر و حالا من که خودم برنامه نویسم خوب بوده که بفهمم چی به چیه، تو دل سیستم چه اتفاقی میفته و چی کار باید بکنیم. پس تو آینده احتمالاً در مورد اینا حرف میزنیم. بریم وارد موضوع اصلی بشیم. سوال اصلی اینه که آیا مثل 12 فروردین ما به کارمندی میگیم آری یا نه؟ خیلی سوال سختیه، حداقل من خودم خیلی درگیرش بودم. یه چیزی تو پرانتز بگم که همه چیزایی که من اینجا توی این ارائه میگم بیشتر وابسته به تجربه شخصی منه و یه چیزایی تو اینترنت پیدا کردم، اما هیچ کدوم منابع متقن و مهمی نبودن. یعنی اینکه در مورد چرایی حرف نزده بودن، در مورد چگونگی حرف زده بودن و به همین خاطر این بیشتر تجربه منه. در مورد کارمند بودن یا نبودن همه چیز به ریسک برمیگرده، اینکه ما چقدر میتونیم ریسک کنیم. تو کارمندی معمولا ما ریسک پایین تری رو هم تجربه میکنیم و منافعمون منافع خطی و ثابته. یعنی من حقوقم رو میگیرم شرکت 10 میلیارد سود کنه، من حقوقم رو میگیرم 100 میلیارد سود کنه، من حقوقم رو میگیرم. همینطور که من توی یه کار قبلی که داشتم، مثلا در یه حرکتی، حالا دوستان همکار ما هستن، تونستیم ماهی نزدیک به مثلا چند میلیارد تومان از هزینه‌های شرکت کم کنیم. یه به اصطلاح دو قرونی نذاشتن کف دست ما که بگن مثلا دستتون درد نکنه که این کارو کردید. و خب من کارمندم، منافعم ثابته، اون ریسک اصلا نپذیرفتم. ولی وقتی من میرم شرکت میزنم، کارآفرینی میکنم یا فریلنسرم، آزادکاری میکنم، اونجا ریسک بالاتری رو دارم. ممکنه پولمو ندن، ریسک دادن حقوقو دارم، کلی ریسک دیگه دارم. و همین خاطر منافعم هم غیر خطیه. یهو یه پروژه میگیرید شما که کلی ریسک داره، مثلا صدها میلیون تومان، و تو پیش پرداختش از حقوق ثابت من بیشتر پول میگیرید، اما بعدش میرید تو دعوا و دادگاه و اینا، مثلا 1000 تا مشکل براتون پیش میاد، یا نه تو یه قسمتای بعدی میمونید و جریمه میشید و اصلا ادبیاتش با ادبیات کارمندی فرق داره. من یه نکته تستی بهتون بگم، شما هر چقدر بیشتر ریسک بپذیرید احتمالاً بیشتر درآمد خواهید داشت. یعنی اگه مثلا میشید مدیر عامل یه شرکت، احتمالاً ریسک زیادی رو دارید میپذیرید با پذیرفتن اون مسئولیت، و به همین خاطر پول بیشتری هم میگیرید به نسبت یک کارمند. خب حالا تو کارمندی چی مهمه؟ ما بایستی با شرکتی که باهاش کار میکنیم همخوانی منابع داشته باشیم. یعنی چی؟ یعنی این که منافع ما با منافع شرکت یکی باشه، نه الزاماً یکی باشه، همراستا باشه. من اومدم پول در بیارم، کار ثابت داشته باشم، فلان بسان، و شرکت هم میخواد که کارش انجام بشه، یه نفر با این مسئولیت پذیری، با این اسکیلا بیاد و اون کار رو انجام بده. خب به همین خاطر ما منافعمون با هم همخوانی داره، با هم کار میکنیم. یه روزی از شرکت از من میخواد که مثلا یکی از این منافعمو از دست بدم، حقوق کمتری بگیرم، کار بیشتری به نسبت بکنم، یا آرامشمو از دست بدم، یا چنین چیزی، خب ما دیگه نمیتونیم با هم کار کنیم. نکته بعد اینه که میزان و کار و انرژی که میذارید بایستی متناسب باشه. یعنی اینکه نه کمکاری کنید نه بیش از حد مرام بذارید، چون شرکت معمولا این مدلیه که از شما انتظار داره که بیش از حد بذارید. این پروژه عقب 10 شب بیا سر کار، تا 12 شب بمون که این پروژه برسه. اما بعد از اینکه پروژه رسید دلیلی نداره که صاحب شرکت پس فردا که شما یک درخواستی داری به اون درخواسته عمل کنه. نه اینکه بگم همه شرکت ها بعدا عمل نمی کنن، و میخوام بگم دلیلی نداره. این تعادل رو شما باید ایجاد کنید. نکته بعدی در مورد محیط کار اینه که محیط کار نباید بد باشه، نباید ما از اون محیط بدمون بیاد. مهمه که از کار خوشمون بیاد و کارمون معنی دار و
اینا باشه، اما محیط کار لازم نیست ازش خوشمون بیاد. یعنی حتما نباید یه استارتاپ کول در حد گوگل و اینا کار کنیم، میتونیم در یه جای معمولی کار کنیم که ازش بدمون نمیاد، ولی خب اومدام آش دهنسوزی نیست. ولی این باعث میشه که یه سری چالش داشته باشیم، یه سری مسئله داشته باشیم تو محیط کار که حل کنیم، ولی خب اگه منافعمون داره تضمین میشه، دلیلی نداره که مثلا اونجا رو ترک کنیم. و نکته این که حواسمون باشه که شرکت موقته، کار ما هر چقدر در شرکت طولانی باشه موقته و ما بالاخره یه روزی میریم، پس تو اونجایی که داریم دنبال منافعمون میگردیم، منافعمون رو همه بلند مدت نگیریم، همه رو کوتاه مدت نگیریم، موقته، بدونیم که یه تعادلی باز باید بین اینها ایجاد کنیم. خب حالا چرا کارمند خوبی باشیم؟ وقتی که یه شرکت میتونه حق ما رو بخوره، اخراج کنه، اینا آیا لازمه؟ من میگم لازمه. چرا؟ چرا؟ چون ما اولا دوست داریم منافعمون پایدار باشه، یعنی این که من بتونم به منفعتهای پایدارم برسم، یعنی بتونم طولانی مدت این حقوق خوبی که از شرکت میگیرم و داشته باشم، نه اینکه یه بار یه کاری کنم دو سال بعدم اخراجم کنن دوباره برم توی یه شرکت دیگه. تأمین منافع پایدار مهمه. البته خب تو دولتی ها این مهم نیست دیگه، چون استخدام دولتن هیچ چیزی ندارن، به همین خاطر خیلی از کارمندای دولت، البته به کسی توهین نکنیم، کارشون رو اونجوری که باید انجام نمیدن، چون منافعشون ربطی به منافع شرکت نداره، پس دلیل نداره کارمند خوبی باشن. و نکته بعدی اینه که برای به دست آوردن منافع بیشتر باید این کارو بکنید. اگه شما کارمند خوبی باشید، سریعتر رشد میکنید و سریعتر به حقوق بالاتر و مورد نیازتون میرسید. نکته بعدی اینه که ما مدت‌های زیادی سر کاریم. وقتی که توی کارمون کارمند خوبی باشیم، همه به به چه چهمون بکنن، احتمالاً رضایت شغلی بیشتری داریم. یک بخشی از رضایت شغلی همین فیدبک‌هایی که شرکت و اطرافیان به ما میدن و این باعث میشه که رضایت شغلیمون بره بالا. خب خیلی ممنون که گوش دادید، حتما سابسکرایب کنید، حتما اون زنگوله نوتیفیکیشن رو بزنید. من این دفعه تلاش کردم که یه ویدیو کوتاه که مثل استوری بود رو توی یوتیوب بذارم، نمیدونم اصلا به دید شما اومد یا نه، حتما به من فیدبک بدید که تو موبایلاتون اون به چه شکلی اومده بود و آیا خوب بود یا نه. نکته بعدی این که احتمالاً ویدیو بعدی در مورد آموزش دادن، نحوه آموزش دادن آنلاینه، که من یه راهکارهایی به معلم‌ها میخوام ارائه بدم. دلیلش هم اینه که این بندگان خدا خیلی این مدت اذیت شدن و امیدوارم این کمکشون کنه. خیلی ممنون که گوش دادید. خدا نگهدار.